وقتی که با خیلی از افراد درباره فعالیت تو یوتیوب صحبت میکنیم، اونا یه سری دلایل و باورهایی رو مطرح میکنن که همین دلایل و باورها باعث میشه که اونها هیچ وقت به سراغ این پلتفرم قدرتمند نیان. اونها این دلیل ها رو میارن که خیلی دیر شده برای فعالیت تو یوتیوب و دیگه اینجا وجود نداره که ما توی یوتیوب فعالیت کنیم و بتونیم به درآمد برسیم. تو این ویدیو میخوام 6 تا از باورهای غلط و مسموم و اشتباهی که درباره فعالیت توی یوتیوب وجود داره رو با شما مطرح کنم و درباره اون صحبت کنیم. دلیل این که میخوام این 6 تا باور رو توی این ویدیو مطرح کنم اینه که امکان داره برای خود ما هم پیش بیاد و دوچار همین باورها بشیم. ما تو مسیری که داریم توی یوتیوب فعالیت میکنیم نیاز داریم که مستمر تلاش کنیم و به کاری که داریم میکنیم ایمان داشته باشیم و در راستای اون انرژی بذاریم و ناامید نشیم. اگه دوست دارید که این 6 تا باور و این دلایل اشتباه رو درباره یوتیوب بدونید، ادامه ویدیو رو تماشا کنید. من محسن نبوی هستم و این کانال ویدیو بازه که درباره دنیای ویدیو و یوتیوب مطالبی رو توی اون قرار میدم. اگه دوست دارید این مطالب رو و فکر میکنید برای شما کاربردیه، لطفاً دکمه سابسکرایب کانال ویدیو باز رو بزنید و اگر اون دکمه زنگوله کنار اون رو هم تپ کنید، به محض اینکه ویدیوی جدیدی توی کانال قرار بگیره میتونید از اون مطلع بشید و تشریف بیارید اون ویدیوها رو تماشا کنید. بریم سراغ اولین باور اشتباهی که میتونه بسیار خطرناک باشه برای ما و از دلایلیه که خیلی ها به واسطه اون وارد یوتیوب نمیشن و شروع به فعالیت نمیکنن. اولین باور و دلیل اشتباهی که درباره یوتیوب وجود داره و معمولا این افراد اون رو مطرح میکنن اینه که یوتیوب اینقدر شلوغ شده که ما دیگه نمیتونیم توی اون فعالیت کنیم و کانال های زیادی توی اون وجود داره و نیازی نیست که شاید ما کانال جدیدی بذاریم و محتوایی رو توی اون قرار بدیم. طبق تحقیقی که انجام شده در چند سال آینده 2 تا 3 میلیارد بازدید آنلاین به یوتیوب اضافه میشه و این یعنی رشد مخاطبین محتوا. اگر فکر میکنید که یوتیوب اینقدر شلوغ شده که دیگه جایی برای شما وجود نداره، این باور اشتباه رو باید کنار بگذارید. مخاطبهای محتوا رشدشون رو ادامه میده و فضا برای شما هم وجود داره. شما شاید باید تلاش متفاوت تر و تلاش بیشتری انجام بدید، ولی این امکان وجود داره که در یوتیوب فعالیت کنید و با قرار دادن محتواهای ویدیویی خوب و استاندارد که مطابق با نیاز مخاطبای شماست بتونید کانال خودتون رو رشد بدید و به درآمد برسید. دومین باور و دلیل غلطی که معمولا این افراد مطرح میکنن اینه که پول و سرمایه کافی برای شروع فعالیت توی یوتیوب رو ندارن. یک قاعده کلی وجود داره و اون اینه که برای شروع فعالیت در یوتیوب شما باید از امکاناتی که در دسترستون هست استفاده کنید. از همین دوربین موبایلتون که میتونید باش فیلم برداری کنید باید شروع کنید به تولید محتوای ویدیویی. از همین کامپیوتر و صفحه اسکرینی که در دسترستون هست میتونید ویدیوهای خوبی رو تولید کنید و کم کم کانال خودتون رو رشد بدید و مخاطبای خودتون رو پیدا کنید. روند رشد توی یوتیوب روند تدریجیه. اینطور نیست که در ابتدای کار شما باید همه چیزتون تکمیل باشه، تجهیزاتتون تکمیل باشه، همه چیز ایدئال و پرفکت باشه بعد شروع کنید به فعالیت. این یک استراتژی و روش غلطه. وقتی که شما شروع میکنید با دوربین موبایلتون محتوای ویدیویی تولید میکنید و کم کم مخاطبهای خودتون رو پیدا میکنید، آروم آروم شما میتونید تجهیزات خودتون رو کاملتر کنید، فضای خودتون رو کاملتر کنید و به یک رشد تدریجی توی روند فعالیتتون توی یوتیوب برسید. این باور اشتباه که ما پول و سرمایه نداریم پس نمیتونیم توی یوتیوب فعالیت کنیم یک باور اشتباهه که باعث میشه خیلی از این افراد وارد این کار نشن و نتونن از پتانسیل یوتیوب استفاده کنن. سومین باور غلطی که وجود داره اینه که من استعداد کافی برای این کار ندارم. اشتباه بزرگی اگر فکر کنیم که توی یوتیوب صرفاً استعداد باعث رشد کانال شما میشه. چیزی که در یوتیوب اهمیت داره ارزش افزوده‌ایه که شما از طریق محتواهای ویدیویی به مخاطباتون میدید. یعنی باید محتواهایی که تولید میکنید محتواهای درست و به جایی باشه که مخاطبهای شما رو جذب کنه. نیاز به استعداد عجیب غریبی نداره. شما اگر در موضوعی توانایی داشته باشید و به اون موضوع علاقه داشته باشید، کم کم میتونید این موضوعات و این ایده ها رو پیدا کنید و محتواهایی که تولید میکنید محتواهای با ارزش و با کیفیتی باشه.
این تصور غلط که نیاز به استعداد برای رشد در یوتیوب هست تصوریه که خیلی ها رو باعث میشه که وارد یوتیوب نشن و نتونن از این شرایطی که در پلتفرم یوتیوب وجود داره استفاده کنن و بتونن کالای خودشون رو به درآمدزایی برسونن. چهارمین دلیل و باوری که باعث میشه خیلی از افراد وارد یوتیوب نشن اینه که من زمان کافی برای این کار ندارم. قبل از اینکه اینو توضیح بدم داخل پرانتز یک موضوعی رو به شما بگم که یوتیوب و فعالیت در اون کار زمانبریه، این رو نمیشه انکار کرد، اما برای شروع شما نیاز ندارید که تمام کارتون رو کنار بذارید، شغلتون رو کنار بذارید و به صورت تمام وقت توی یوتیوب فعالیت کنید. شما در هفته شاید چند ساعت وقت خالی میتونید حتما پیدا کنید برای اینکه یک محتوای ویدیویی تولید کنید. هفته یک محتوای ویدیویی با ارزش میتونه شروع خوبی باشه برای راه انداختن کانالتون و فعالیت در یوتیوب. اینکه این دلیل رو بیاریم که زمان کافی وجود نداره معمولا دلیل واقعا منطقی نیست، چون خیلی از ما با یه مقداری مدیریت وقتمون و جابجا کردن زمانهایی که تلف میکنیم میتونیم این جا رو باز کنیم توی ایام هفتمون که یک چند ساعتی رو اختصاص بدیم به اینکه محتوای ویدیویی تولید کنیم و اون رو توی کانال یوتیوب خودمون بذاریم. فقط این نیاز به این داره که ما مرتب باشیم و طبق یک برنامه این کار رو انجام بدیم و اصلا نیاز نیست که در ابتدای کار شما تمام وقت بشید. و خیلی از یوتیوبرها هستن که شغل‌های دیگه‌ای دارن و به صورت کار دوم توی یوتیوب دارن فعالیت میکنن. حالا یوتیوبرهای خیلی حرفه‌ای تمام وقت دارن این کار رو انجام میدن، ولی واقعا نیاز نیست که همه افراد تمام وقت در یوتیوب فعالیت کنن. پس این دلیل نمیتونه دلیل موجه و خوبی برای فعالیت نکردن توی یوتیوب باشه. پنجمین دلیل و باوری که معمولا این افراد مطرح میکنن اینه که من ارتباطات خوبی ندارم، افراد زیادی منو نمیشناسن، من اگه کانال بزنم کی میاد اون رو سابسکرایب کنه، کی اون رو دنبال میکنه. این دلیل و باور یک دلیل و باور اشتباهه. شما وقتی که یک محتوای با ارزش و خوب رو تولید میکنید و اون رو توی کانالتون قرار میدید، بخش عمده ای از معرفی کردن اون محتوای شما بر عهده سایت یوتیوبه. یعنی شما وقتی که محتوای ویدیویی تولید میکنید و مثلا موارد سئو اون رو کاملا رعایت میکنید و اون محتوا محتوایی با ارزشیه، کم کم یوتیوب متوجه میشه که این محتوایی که شما تولید کردید میتونه به درد خیلی ها بخوره، پس اون رو به خیلی ها پیشنهاد میده، به خیلی از کاربرهایی که در یوتیوب حضور دارن پیشنهاد میده و معمولا اونها و کسانی که بازار هدف شما هستن و مد نظر شما هستن بابت اون محتوای ویدیویی میان ویدیوهای شما رو تماشا میکنن و کم کم روند رشد کانال شما و دیده شدن ویدیوهای شما رو به رشد حرکت میکنه و شما میتونید کم کم یک کانال خوب و استاندارد داشته باشید. و در نهایت ششمین باور اشتباه و غلطی که خیلی از افرادی که نمیخوان و نمیتونن بیان توی یوتیوب فعالیت کنن اون رو مطرح میکنن و با اون خودشون رو توجیه میکنن اینه که موضوعی که من میخوام در رابطه با اون محتوای ویدیویی تولید کنم و توی یوتیوب قرار بدم قبلا توسط خیلی های دیگه انجام شده و اونا دارن این محتوا رو تولید میکنن. سوال اینجاست که آیا موقعی که مکدونالد شروع به فعالیت کرد تنها همبرگر فروشی تاریخ بود و اولین همبرگر فروشی تاریخ بود که تونست کار خودش رو توسعه بده؟ البته که نه. شما باید محتوایی که تولید میکنید یک محتوایی با ارزش باشه. حتی اگر فکر میکنید کانال های زیادی وجود داره که اون کار رو دارن انجام میدن، شما میتونید با سبک و سیاق خودتون، با خلاقیت خودتون، با انرژی که توی اون محتوا قرار میدید مخاطب های خودتون رو جذب کنید. توی یوتیوب یک اتفاق خوب وجود داره، اینطور نیست که اگر کسی یک محتوایی رو تولید کرد و یک کانال دیگه محتوای شبیه به اون رو تولید کرد اون افراد دیگه نمیان اون رو نگاه کنن. اتفاقا توی یوتیوب افراد به دنبال مقایسه ارزش محتواهای مختلف هستن. پس اگر شما بتونید یک محتوایی با ارزش تولید کنید که خلاقانه باشه، جدید باشه، با یک سبک و سیاق خوب بتونید اون رو مطرح کنید و با یک بیانی که مورد توجه مخاطبهای شما بتونه قرار بگیره، شما میتونید توی یوتیوب فعالیت کنید، میتونید کانال خودتون رو رشد بدید و میتونید به تدریج به جایی برسید که بتونید از کانال خودتون حتی درآمد به دست بیارید. این 6 تا افسانه، این 6 تا باور و این 6 تا دلیل غلطی که درباره یوتیوب وجود داره امکان داره در طول مسیر برای ما هم به وجود بیاد، در ذهن ما هم این باورها
دوباره خودشون رو نشون بدن و این باعث بشه که ما توی کار مشغول بشیم، دست از تلاش برداریم و نخواهیم اونجوری که باید جدی در رابطه با یوتیوبمون کار کنیم. اینها رو مطرح کردم به خاطر اینکه امکان داره که از افراد مختلفی این دلیل‌ها رو بشنوید. اینها رو بدونید که این دلیل‌ها دلیل‌های قانع کننده‌ای برای فعالیت نکردن توی یوتیوب نیست. مگر اینکه کسی اصلا دوست نداشته باشه محتوای ویدیویی تولید کنه، اون یک دلیل مجزاه. اما اگر کسی این قابلیت رو داره و دوست داره که در یوتیوب فعالیت کنه و با این دلیل‌ها این کار رو نمی‌کنه، مسیر اشتباهی رو داره میره. امیدوارم که در کارتون موفق باشید و کانال خوب و قوی و روبه رشدی رو داشته باشید.